توی این قسمت در مورد تول بار ما با هم یک سری اطلاعات کسب می کنیم اولین ابزار همونطور که شما دیدید توی درس قبل ابزار انتخاب هست و به شما امکان این رو میده که چیزی رو انتخاب کنید روش دابل کلیک کنید جابجا جا کنید یا حالا هر کار دیگه ای قسمت دوم ابزارهای انتخاب به صورت تیکی به صورت ترک و به صورت کات اگر من ابزار اول رو انتخاب کنم که کات رو انتخاب میکنه هر جایی که یه مارکی بکشم اون کات برای من انتخاب میشه همونطور که شما اینجا بینید یه کات رو انتخاب میکنه ابزار بعدی یه رنج رو انتخاب میکنه به طور مثال ممکنه شما از اینجا تا اینجا این سه کلیپ رو بخواید انتخاب کنید یا مثلا این کلیپ این کلیپ و این کلیپ و این کلیپ رو بخواید انتخاب کنید و حذف کنید یا جابجا کنید یا حالا هر کاری. به عنوان آخر که رنج سلکت هست یعنی در واقع شما یه قسمتی از داخل خود کلیپ رو میتونید انتخاب بکنید. این ابزار شاید یه استفاده خاصی داشته باشه اجازه بدید من روی این کلیپ دابل کلیک بکنم افکت فیلترز و مثلا دایرکشنال بلار یه خورده من این شدتش رو بیشتر بکنم ممکنه توی کل این کلیپ شما این فیلتر رو نخواهید درسته شما میتونید کی فریم بزنید مثلا اینجا این اثر رو زیاد باشه اینجا کمش بکنید اینجا دوباره یه خورده بیشتر باشه و توی انتهای کلیپ دوباره کمش بکنید اما اگر یه قسمت خاص از کلیپ رو خواستید حذف بکنید یا یه کاری روش انجام بدید رنج سلکت برای شما همون کار رو انجام میده به طور مثال من میخوام از اینجا تا اینجا کلیپ رو حذف بکنم میتونم یک کات اینجا بزنم یک کات اینجا بزنم و این قسمت وسط رو دیلیت بکنم یا به طور مثال میخوام این وسط فقط یه فیلتر مال بکنم خب دوباره میتونم دو تا کات بزنم کلیپ وسط رو انتخاب کنم افکت فیلتر و به طور مثال لایت ریس در واقع این رنج سلکت تقریبا یه همچین امکانی به شما میده شما میتونید رنج سلکت رو انتخاب کنید اون قسمتی از کلیپتون رو که میخواید با هاش سلکت بکنید و مثلا الان من اگر به این کلیپ یک فیلتر بدم فقط به همین قسمت وسط اعمال میشه همونطور که میبینید الان فقط قسمت سلکت شده اون فیلتر <تصفح> <بگیم>. <تصفح> یا اگر بخوام این قسمت وسط رو دیلیت بکنم میتونم دوباره ببخش من فیلتر رو حذف بکنم مثلا فرض کنید که ما از این فریم تا این فریم رو میخوایم پاک بکنیم من این رنج سلکت رو انتخاب میکنم از اینجا تا اینجا رو انتخاب و دیلیت رو میزنم یا اگر بخوام جای خالی باقی نمونه در واقع برای اینکه شما جای خالی بذارید وقتی دیلیت میکنید بک اسپیس رو میزنید و اگر نخواهید جای خالی بمونه دیلیت که کنار اند هست رو میزنید پایین help و کنار اند همونطور که دیدید تایم لاین رو جمع میکنه و دیگه جای خالی باقی نمیمونه روی تایملاین. لاین ابزارهای این گروه همونطور که از ظاهرش مشخص هست یک قسمت رو انتخاب میکنم به طور مثال من اگه بخوام همه این کلیپ ها رو انتخاب کنم و جابجا جا کنم و یه مقدار مثلا جا باز بکنم میتونم با این ابزار همین ها رو انتخاب کنم و جابجا جا کنم این ابزار از اینجا به جلو رو انتخاب میکنه این همون شکلی که فلشش داره دقیقا برعکس این ابزار ابزار بعدیش هست که از اینجا به عقب رو انتخاب میکنه در واقع توی یک ترک عمل میکنه این ابزار شما یعنی از توی این ترک از اون جایی که من انتخاب کردم به جلو فرزن اگه من توی ترک یک این کارو بکنم فقط ترک یک رو انتخاب میکنه اگر توی ترک دو این کار رو بکنم فقط ترک دو یعنی در واقع یک ترک رو انتخاب میکنه خیلی از وقتا در حین کار شما ممکنه بخواید جا خالی بکنین این وسط برای چیزی یا جابجاش بکنین خیلی راحت با این ابزار میتونید انتخاب بکنید یک ترک رو حالا چه رو به جلو چه رو به عقب ابزار بعدی این کار رو به صورت دو طرفه انجام میده یعنی اگه من جایی بزنم کل اون ترک رو رو به جلو و عقب انتخاب میکنه و ابزار بعدی مولتی ترک هست یعنی از اینجا به بعد هر چی کلیپ هست انتخاب کن بدون در نظر گرفتن ترک ها یعنی توی تمام ترک ها و دقیقا برعکسش این یکی ابزار همه کلیپ ها از اینجا به قبل در مورد این ابزارها توی قسمت بعدی بیشتر با هم میبینیم